خانگی، تو از واکنش وزارت خارجه به رأی گیری حکومتی در ایران برامون بگو. پیام یک سخنگوی وزارت خارجه وقتی که در این مورد ازش نظر خواستم گفت که میدونیم که رأی گیری به دور دوم کشیده، اما نتیجه نهایی هر چی میخواد باشه، چه این کاندید چه اون یکی کاندید، میدونیم که و انتظار نداریم که جمهوری اسلامی تغییر رویه بده. ضمناً به نظر میرسه که نسبت به بهتر شدن وضعیت حقوق بشر هم شک و تردید داره، برای اینکه این سخنگو گفت که انتظارم نداریم که رئیس جمهور آینده بخواد احترام بیشتری به حقوق مردم بگذاره. و خب به طور کل چه این بار چه اصلا قبل از اینکه همون دور اول هم رأی گیری بشه، وزارت خارجه گفته بود که اصلا انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیست. همون پنجشنبه گذشته یک روز قبل از برگزاری رأی گیری، ابرام پلی که معاون نماینده وزارت آمریکا برای امور ایران هست، یه چند تا توییت کرد، این مسائل رو عنوان کرد، اشاره به این کرد که جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی هست، سابقه طولانی در سرکوب حقوق مردم داره، در سرکوب خبرنگارها و اینکه نمیگذاره اونها درست و صحیح برگزاری چنین اتفاقاتی رویدادهایی رو بدن و اینکه اجازه تجمع نمیده. پلی گفته بود که به هر حال با توجه به همه این مسائل آمریکا باز هم از مردم ایران، از حقوق اونها دفاع خواهد کرد. به افشاگری و این گفتن به گوش همه رسوندن این سرکوبگری جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد و اینکه خواهان یک آینده آزاد و دموکراتیک برای ایران هست. پیام؟ همکارم گیتا آرگان از وزارت خارجه آمریکا با ما.